خوش اومدی دخترم. نایمده کجا؟ خوش خانم، واقعا من نمیدونم چجوری میتونم مادری شما رو جبران کنم. خواهش میکنم، شما مینه بچه خودم، ولی جواب منو ندادید. دوباره کجا دارید میرید؟ من یه کار خیلی مهم با آقای دکتر دارم، میرم زود برمیگردم. آقا سعید، ریحانه جان تو این شهر تنها، به جز شما کسی رو ندارم. از خواب بیدار شه ببینه شما بالا سرش نیستید، خوب دلگیر میشه. نه شما که آقای دکتر هر روز میبینید، بهتر نیست بالا سر خانمتون باشید. حالا خدا رو شکر که امروز به خیر گذشت. شما هم نگران نباشید، من میرم سریع برمیگردم. خواهش میکنم، خیر پیش. دختره یا پسره؟ دختره. این شیرینی خوردن داره. من دو تا برمیدارم. بردار آقا، بیشتر بردار. بفهمه. شما اصلاحی من بفهمه. دردتون شیرینی. خواهش میکنم. سلام های من از برزنده. سلام. بفهمه قربان. قدم نورسیده مبارد. خیلی ممنونم. متشکرم. دختر برکته. بله. دلتون بره. بله. نمونش هم این دکتر توفیق خودمون. بله. جونش و دخترش. قربونش برم. سلام آقای دکتر. بفرمایید. احبا آقا سعید، مبارکه. نوشه جان، انشالله شیرینی عروسیش. متشکرم. خب الان شما بفرمایید بگیم که اینجا چیکار میکنی؟ شما نباید الان بیمارستان باشین پیش خانم و بچه. آقای دکتر، من به دو دلیل اومدم. خب دلیل اول. دلیل اولی که کارمون عقبه. خب من که میبینی هستم، اصلا هم عقب نیستیم. دلیل دوم. دلیل دوم این که میخواستم راجع به کوادکوپتری که امروز از منطقه امنیتی با عبور کرد با تون حرف بزنم. خیلی تیم خبره‌ای بودن، مخصوصا لیدرشون دکتر، خیلی اذیت کردن، ولی خدا رو شکر پسشون بر اومده. آفرین، سربلندم کردی. خواهش میکنم، درس پس میدیم آقا. دلیل دومت هم گفتی، تشبه برای بیمارست. من یه خواهش دیگه ازتون دارم. ای بابا. آه، اگه بتونید شما بهم کمک کنید من بتونم چند دقیقه با لیدر این گروه حرف بزنم، مطمئن بشید خیلی از باگای این پرنده رو میتونم در بیارم. میشه؟ باشه، ببینم چیکار میتونم بکنم. شما هم تشریف ببرید. بفرمایید. چش. سلام برس. بفرمایید. با اجازه. آقای مهندس خدا.
پسرای خوبی بودن، خلاف کرد چیکار کرد؟ راست میگه، به خدا این جواد جوادی پسر خوبیه، تو درس به من خیلی کمک کرد. آقا آروم باشین، هی نقب اصلا معلومه که بزن برادر کارشون بکنن. ببخشید شرمنده، ما همین پروندار داریم، یعنی اطلاعات ما فقط همین پوشه های از این دانشجو با خدمت شما. بخشی اینا من پیر کردن، اینکی کردن، این چند وقت همه موام رفت دست اینا. این اسمش آقای قاسم همدمه، این بچه شهرستان خیلی قورتشنه، میدونی اصلا حالت عصب داره، همش میخواد دعوا بکنه، 24 سال کنه این اون دعوا میکنه. اولی که مونده بود هفت میدون آزادی میشه اینا که عکس میگیره، الان برام میره کافی شاپ. آقا الحمدلله دیگه خوب شده. این اسمش مسعود تابش، بچه تهرونه، از این در میزنی از پنجره میاد، از پنجره میزنی از پشت بوم میاد. اولش اسمش کمک جوادی بود، بعد کم کم خود جاکه، خود قاسم با هم دیگه دعوا میکنن. خب الحمدلله دیگه باز جواد جوادی عالی، متین، باهوش، زرنگ، خیلی بچه درجه یکیه، حروم حلال حالیشه، خیلی عالیه. فای خورده کنجکاوه، شرمنده، میترسم آخر سر همه کنجکاوی کار دستش بده. اینا سه نفرن، اینجا هم چهار تا تخته، درسته؟ نفر چهارم؟ من چهار تا تخته، اینا هم سه نفرن. آقای فاطمی گفتش که نکه اینا 24 ساعت خونه هم دیگه دعوا میکنه، هر کی ما میفرستادیم اینجا هی دعوا میکنه، هی یقا کشی، هی بگیر و ببند و اینا. آقا فاطمی گفت دیگه بیخیال، او یه دون تخت بشیم اینا سه نفر باشن. اینجا جای دیگه ای هم هست که اینا رفت آمد کنن بیشتر؟ هر جایی که همه دانشجوها میرن اینا میرفتن دیگه، رخشورخونه، آشپزخونه، نمیدونم سالن ورزش، گلاب براتون، سرویس بهداشتی هم چند باری. ببخشید اینا چه غلطی کردن این بار؟ بله. مگه سابقه دارم؟ نه خدا نکن سابقه دار باشن، اینا امانت مردم هست دست ما. خب یه خورده شلوغ میکنم ولی نه، اگه سابقه داشتن که آقای فاطمی اینا پوستشون میکن، گوششون میگیرم این دخ به در. آقای فاطمی خیلی عصبانیه. چشم افرادی خواهید من باشم تماس بگیرم. ساکت باشید، خواهش میکنم ازتون. چی شد قربونت بشم، پچه رو تشریف نمیارن؟ صبور باشید میرسن خدمتتون. بفرمایید، تشریف آوردن. سلام قربان. سلام. آقای فاطمی مدیری هستم. با شما تلفنی هستم. بله فاطمی هستم. بدون نگران نباشید. آقا چطوری نگران نباشید؟ پس نباشید. حل میشه. قربونت بشم. بچه‌ها اعتماد دارن درس بخونن، وقتی بچه‌ها ایش خواهشن دیگه نمیتونن درس بخونن، آسایش ندارن. شما بفرمایید ما چیکار کنیم؟ قبل از اینکه شما تشریف بیارید با مدیریت امور خوابگاه حرف می‌زنم. میگه این حکم قضایی غیر عادیه. حق با شماست. رسیدگی می‌کنم. دستور دادم در کمال آرامش بچه‌ها کارشون رو انجام بدن بدون آزار و اذیتی برای دانشجو. خودم دانشجو بودم، حالشون رو میفهمم. انصافا ما از بچه‌های شما آزار و اذیتی ندیدیم، ولی باور بفرمایید این بگیر و ببن یکم غیر عادیه. نگران نباشید آقای فاطمی. از کدوم طرف باید بریم؟ از این طرف بفرمایید. اینجا 7800 تا دانشجو زندگی میکنن، اگر حواسمون بهشون نباشه هر روز یه شنگ جدیدی به پا میکنن. حواستون به این سه نفرم بوده؟ آره، اینجوری که حضرت عالی سوال میفرمایید من بیشتر نگران میشم. حداقل بفرمایید جرمشون چی بوده؟ کار مشکوکی، رفتار غیر متعارفی. اولا من که رفتار مشکوکی ندیدم، همشون خوبم، مخصوصا جوادی. جوادی چی؟ ولی جوایز علمی داره. دانشجوی که تو حیات تجمع کردن اجازه ورود بدی. بله قربان. از شما دارم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. چه خبر؟ سه تا پرونده هر چیزی هم نیاز بود عکس گرفتیم و جمع‌آوری کردیم. من خدمت کارمندتون گفتم اینا بچه های خوبی هست. این قاسم همدم هستش که خیلی قولتشان هست، بچه شهردستان هستش، اولش حالت اصلا داشت. این مسعود تابش هستش، من مارمولک اگه برمیره اول میاد، بچه تهران هستن، خیلی ما هم دیگه دعوا میکنن ولی الان مامید خدا دیگه زیاد دعواشون نمیشه چون ما هم دیگه دوست شده. جواد جوادی بسیار تا بسیار پسر خوبی هستش، درجه یک اعلی، دروغ نمیگه، خیلی راست، پاک، صاف. خدا شاهده من زن بچه دارم، من هرچی میدونستم گفتم. غیر از این سه نفر افراد مشکوک دیگه هم جا اومدن؟ بله افراد دیگه مشکوک، این یه نفر هم میره میاد. مشکوک کدوم آقای محترم؟ من اصلا نمیدونم این شرف نامرد به شما چی گفته.
بهش بگید که آقا اگر شرف داری بیا جلو چش خودم با من حرف بزن. اصلا روبرو کنید قربان. چایتونو بخوریم. من اینجا نگاه میکنید اصلا این قلب من یه دفعه یکی در میون میزنه. چرا میرفتی اونجا؟ چرا نداره قربون تو برم. این بچه کنار من پروبال گرفته، پیش من قد کشیده. باور کنید همیشه آقا اسماعیل به من میگه، میگه هوای این بچه رو داشته باشه، موقع کمی کسری چیزی میخواد بهش بده. آقا اصلا اگر کاری کرده، اشتباهی کرده، چیزی بوده به من بگیر، من گوششو میکشم. اون از من خیلی حرف شنوی داره، من محرم اسرار میدونه. جواد همیشه به سر روبرای بوده، زیر بال و پر بابا اسماعیل و صدیقه خانم بزرگ شده. از کی باهاش آشنا شدی؟ خیلی سال پیش توی شب موشک بارون از طریق ساک اعزام به جبهه جواد سپرده شد دست من. عجب شبی بود، عجب شبی. ساک؟ بله، شهید قدرت جعفرپور، خدا رحمتشون کنه. روحشون شاد؟ روح همه رفتگان شاد. ایشون دور از چشم همسرشون صدیقه خانم که خدا رحمتشون کنه ایشون هم فوت شدن. خدا رحمتشون کنه. خدا رحمت کنه همه اسیران خاک. ایشون داشتن میرفتن جبهه که توی مسیر یه دفعه گلچهره مادر جواد رو میبینن. ایشون هم فوت شدن. خدا بیاموزه. خدا همه رفتگان رو بیاموزه. خب شالا هرچی خاک اوناست بقای عمر شما باشه. ایشون بچه رو تحویل میدن به شهید قدرت جعفر بود. ایشون هم بذارشون تو ساک اعزام به جبهه، از طریق تناب تحویلشون میدن به من. که بچه هست که زمانی که آقای جوادی بچه بود رفت پشت ماشین آقای عباسی قایم شد اومد کارخانه. خب آخه من یه زمانی نگهبان کارخانه هم بودم، یه بار تو دیدم صدای سق میاد. هوا کجا میبری؟ چه خبره اونجا؟ وایسا میرد چه خبره اونجا؟ میبری میرد. اون کیم بالا؟ کی هستی تو؟ من جواد جوادیم. جوادی بله. زمانی که آقای عباسی کارخانه رو فروخت خب من بیکار شدم. از اونجایی که آقای جوادی دلش به حال ما بود، میدونست که من نگهبانم، دست ما رو اینجا بند کرد. ما هم اومدیم چی کردیم؟ دست این عزیز دل ما رو اینجا بند کردیم. بله. میدونی چی آقا؟ از وقتی که این مؤسسه مهربانا شد من آقای جوادی رو میشناسم. بسیار پسر خوبیه آقا، با محبت، مهربان، چشم پاک. آقای جوادی خونه مادریش رو فروخت با کمک چند خیر اینجا رو راه انداخت. بیشتر از تیمت بگو، چجوری با هم آشنا شدین؟ آقا تیم کدومه؟ مسعود تابش، قاسم همدم، درسته؟ بله درسته. این عکس رو که کجا گرفتی؟ خوابگاه دانشجویی 6 سال پیش، همون روز اولی که رفاقت ما گل بنداخته بود گرفت. ایران گویه ما ملاقات اولیه ما اصلا با حال نبود. فکر یه بچه شهرستانی ساده روز اول دانشجو گیر یه بچه پر روی تهرانی بود. اسمی مسعود، مسعود تابش. چند وقته با جوادی همکاری میکنی؟ همکاری؟ چند وقته؟ ما اصلا همکاری با هم نمیکردیم. راستش ما با هم همخونه بودیم، تو خوابگاه با هم زندگی میکردیم، ولی دانشگاه هم با هم بودیم، ولی اصلا همکاری تا الان با هم نداشتیم. آسم و جواد گفتن که بعد از عملیات قرار بود از کشور خارج شیم. درسته؟ درسته. ببخشید شما این همه از من سوال کردیم، منم یه سوال از شما بپرسم. ایشون جرمش چیه؟ جاسوسی. جاسوسی؟ برای چی همچین تهمتی به من میزنی؟ جاسوسی برای کی؟ برای چی؟ برای کی و برای چیشو شما قراره به من بگی؟ اصلا این بچگی یه جورایی مشکوک میزد. یعنی از اون موقعی هم که کنار ما تو ارتش سری بود یه جوری بود، یعنی نفوذی عباسی اینا بود. از بچگیش هم کنجکاو بود، خیلی وقتا همین کنجکاوی هم کار دستش داده. براش هم فرق نمیکنه، ولی اگه یه سوالی داشته باشه تا جوابشو پیدا نکنه بیخیالش نمیشه. یه سری بچه ها هستن که دچار کمبود میشن، این کمبود باعث میشه غلیان پیدا میکنه، یه دفعه یا معتاد میشن یا جاسوس. این مورد دوم شد، جاسوس شد. آقا نکنه فکر کردین که به خاطر گرفتن پذیرش داره جاسوسی میکنه؟ تو چی فکر میکنی؟ من اصلا فکر نمیکنم، یعنی جواد فکر میکنه من اجرا میکنم.
یعنی بازو اجرایی عملیات توی جان؟ کری؟ من و قاسم و مسعود سه تا دانشجوی دانشگاه امیرکبیریم. فردا هم پایان نامه داریم، دفاعیه داریم. در مورد پایان نامه چیزی نگفته بود؟ چرا؟ اون درباره پایان همه نامه‌هاش با من مشورت کرده. مثلا میگفتم این کلمه رو ننویس، پر رو میشه طرف، اونم حذفش میکرد. ما نمیدونستیم اونجا منطقه نظامی. فکر میکردم یه پارک جنگلیه فقط. یه آزمایش ساده قبل دفاعیه بوده. عجب. همیشه آزمایش تو منطقه نظامی انجام میدی؟ آزمایش؟ نه، درباره آزمایش اصلا حرفی من نزده بود. نمیدونم، حتما ترسیده واسه من ناراحت میشم. اون همیشه از سوزن و آمپول اینجور چیزا میترسه. اصلا من خودم باش میرم، با هم دیگه میریم آزمایشگاه آزمایش بده و اینا. آزمایش چی هست؟ کوادکوپتر. یعنی چیز خیلی خطرناکیه. این فناوری تازه وارد ایران شده، برای من قیمتی بود. بر فرض محال که آزمایش بوده، چرا اینجا؟ چرا تو این منطقه؟ چند بار بگم، یه آزمایش ساده قبل دفاعیه بوده. چند بارم تو اظهارنامه نوشتم. لازم باشه هزار بار دیگه هم بنویسی. همه اینا که گفتی رو بنویس. میشه یه لیوان آب بخورم قبلش؟ شما بدون اجازه وارد جایی شدی که کسی به راحتی نمیتونه واردش. دنبال چی میگشتی؟ نمیتونم باور کنم واسه یه آزمایش ساده اومدی توی منطقه فوق سری. من چی باید بگم شما باور کنید؟ تو حرف میزنی؟ منم که تصمیم میگیرم چی رو باور کنم چی رو باور نکنم. این زبونم تا الان لب لقمه حروم نزد آقا. زبون حلال خور که بلند نیست دروغ بگه. بیرجن رفتی؟ بیرجندی حرفش حجت. ماشاءالله شما که هرچی میگم رضایت نمیدی، هرچی میگم باور نمیکنی آقا. ما سیگنال نشونه گذاشتم. قرار بود پرنده ما به صورت اتومات بره سمت اون سیگنال برگرده، ولی ظاهراً تو این مسیری یه جایی بوده که ما ازش بیخبر بودیم. چرا ادامه دادی؟ مجبور بودم، من نمیتونستم پرنده رو از دست بدم. آینده همه ما با اون پرنده. وقتی فهمیدی یه تیم مهندسی داره تلاش میکنه پرنده رو ازت بگیره، چرا مقاومت کردی؟ خیال کردم اگه میخواد پرنده رو از ما بدوسته. جوادی از سه تا کشور دعوتنامه داره، سه تا پذیرش از دانشگاه‌های درجه یک دنیا. چطور هیچ اقدامی نکرده؟ خب برای اینکه منتظر بود از یکی از دانشگاه‌های آمریکا براش دعوتنامه بفرستن. پورتلند؟ بله درسته. نه البته نه به اون نیتی که شما مد نظرتونه. به چه نیتی؟ مفصله. چرا آمریکا؟ چه ولای عجیبی دارین شما سه نفر واسه در رفتن از مملکت؟ انگار همه دانشگاه‌های اروپا دنبال تو بودن. شاید اونو ما رو بیشتر باور دارن برعکس شما. خودت چی؟ کشور رو باور داری؟ نه، تو دنبال اینا نیستی، دنبال آمریکا رفتن هم نیستی، دنبال یه چیز دیگه ای. بنویس. بذار کمکت کنم. مژگان عباسی. جواد، یه سوال بپرسم، راستش رو میگی؟ بپرس. اگه ما بریم تو بازم منتظر من میمونی؟ آره، مرد و حرفش. پرونده رو خوندم، چه حدس میزنی؟ من نتیجه نگرفتم. اینا اعترافات مظنونی نمونه. با توجه به تحقیقات و اعترافاشون به نظر ریگی تو کفششون نیست. ما باید احتمالاتو جدی بگیریم. اون که آره، تو تمرکزتو بذار رو لیدر گروه. به نظر مغز متفکر شما اونه. حتما. در ضمن سعید نصیری میخواد با سرتیپشون حرف بزنه، باهاشون همکاری کنه. بله چشم.
خیالتون راحت. خداحافظ. یالی. یا حق. سلام آقای فرشتان. سلام. اینجا چیکار میکنی؟ من با دکتر توفیقی همهنگ کردم برسم خدمت. میام بالا براتون میگم. باشه همهنگ میکنم از اون در بیام. باشه برو. آقا من زیرو بم این پرنده رو در آوردم. این اعترافاتشون منطقیه. این بنده خدا میخواستن پرندهشون رو آزمایش کنن. از شانس بعدشون اومدن وسط منطقه ما. اینجا چی میخوای سعی؟ دنبال چی میگردی؟ من حسم بهم میگه اینا جاسوس نیستن. واسه من مدرک مهمه نه حست. بله متوجهم، ولی ما میدونستیم که این پرنده اوتروناموس داره هدایت میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بدون اینکه اپراتور داشته باشه یه سری دستورات بهش میدن، میره انجام میده برمیگرده. سوادتو بذار کنار. دنبال چیز تازه بگرد. آقا این چیز کمی نیست، خیلی مهمه. من باور میکنم حرفاشونو. آدمای خوش باور میشینن جای جوادی اونوره میز. اون مجبور بوده برگرده دنبال پرندش. قیمتش کم نیست. سعید من تو کتم نمیری دانشجوی بیاد از سیستم فوق امنیتی ما رد بشه. وقتی انتظار داری من باور کنم. بچه ما حرف زدیم. شرط گذاشتم قبول کردی. قبول کردی کمک کنی. بس کمک کن. لااقل بذارین 2 دقیقه من باهاشون حرف بزنم. این پرنده‌ای که تیم تکاپو با عنوان پایان نامه و طرح دفاعیش پیشنهاد داده از مدل پروازی 6 موتوره متشکل از 6 ملخ که به واسطه 1 رادیو کنترل تا محدوده برد رادیوی مجاز قادر پرواز کنه. مگه تیم جهت امروز پایان نامه نداشتن؟ بله دکتر، ولی نمیدونم تا الان کجا مونده. دیروز بهشون تأکید کردم سر ساعت اینجا باشم. از عمد تیم جهت آخر گذاشتم که بقیه پروژه ها دیده بشن. البته جلی شما آقای دکتر جلسه دفاعی برگزار کردن خیلی سخته. یکم بخماتون رو باز کنم. دانشجوی من از ترس پس افتاد. ایرون از اینجا اخموتر از من خیلی زیاده. باید تو بازار کار از پس خودشون بر بیان. ببینین خیلی جالبه، معمولا دکلای مخابراتی روی کلاس فرکانسی که جوادی استفاده میکنه اثر میذارن، ولی جالبه که کوچکترین پارازیتی روی این پرنده اثر نذاشته. یعنی چی؟ خب یعنی ببینین اینا اومدن تمام این مسیر رو عکس برداری و فیلم برداری کردن، در حالی که قبل اینکه به اینجا نزدیک بشن میتونستن لندینگ کنن که کسی هم بهشون شک نکنه. من یه عکس جالبتر برات دارم. ببین این یکی این آقا به راحتی از پدافند نظامی ما تصویر گرفت. آقا شما که همه گذشته اینا رو در آوردین، دروغی نداره بگه. آدمای موجه‌تر از جوادی جاسوس در اومدن. به این راحتی ها نمیشه رضایت داد. برای چی این عکس رو گرفته آخه؟ دوربینش چه کیفیتی هم داره؟ کیفیت عکس مهم نیست، اصل قضیه زیر سوال الان. من منظورم اینه که این جوون به درد ما میخوره. این عکساش هم شاید به خاطر حالت اتوپایلوت دستگاهش بوده. هوش مصنوعی، میفهمم. دقیقاً. ما وقتی اتوپایلوتشو در آوردیم فهمیدیم چقدر کار اینا درسته. ببین سعید، من اصطلاحات علمی اینو نمیدونم. اصل مطلب تو بگو. آقا اصل مطلب اینه که بزنین من باهاش حرف بزنم. اینطوری باگ سیستم خودمونم در میاد. تو تخلیه کامل نشه نمیتونم اجازه بدم. ما میتونیم با افزایش تراس موتورهای کوادکوپتر و افزایش توان حمل بار در مولتی روترهای کلاس S1000 برسیم. با این طرحی که ما ارائه دادیم خدمتتون میتونیم یه مقداری به حمل و نقل شهری به اصطلاح کمک کنیم و چالش های ترافیکی رو تا 80% کاهش بدیم و البته رضایت شهروندی رو هم افزایش بدیم. ایده اولیه طرح بد نیست، قابل تحمله، اما باگایی هم داره. بله آقای دکتر، ایده اولیه خوبه، ولی به نظر میاد طرح از روی طرح‌های ناقص و تخیلی الگوبرداری شده. طرح هنوز خامه. شما چطور میتونید
با تغییر تراست موتور مشکل پایلوت رو حل کنید. اتفاقا این موردی بود که من به خانم مافی گفتم. من نظراتمو کاملا در مورد ایندورانس موتور به ایشون گفتم. که البته من هم به شما گفتم که این موارد و نواقص معمولا عادیه و در عملیات میدانی قاعدتا اینا برطرف میشه. درسته که برخی از ایرادات و محاسبات تو آزمون خطا به دست میاد، اما تو پایلوت اولیه باید ایرادات اساسی رو محاسبه میکردی، مثل استراکچر پرنده، محاسبه مقاومت استراکچر. استاد سرکار خانم قوامی، بنده به عنوان سرگروه اینجا هستم که طرح رو ارائه بدم. البته استاد شما فقط طرحهای بنده رو به صورت شفاهی گوش کردین، انقدر مشغلتون زیاد هستش که اصلا وقت نذاشتین که طرح بنده رو مطالعه بفرمایین. خانم مهندس، این چه طرز صحبت کردنه؟ خانم مافی، تناسب انرژی با افزایش پایلوت یکی از بزرگترین دغدغه‌های ماست. شما با این طرحتون تناسب بین وزن پایلوت و افزایش مصرف انرژی رو به هم میزنید. شما تنها با تغییر یک مؤلفه، اونم یک مؤلفه، تمام پارامترها رو به هم میریزید. استاد شما خیلی دارین سخت میگیرین. خانم مافی، شما دارید پایان نامه کارشناسی ارشدتون رو ارائه میدید. قراره از یک دانشگاه معتبر فارغ التحصیل بشید. من نمیتونم از این همه اشتباه و خطاهای فاحش شما چشم پوشی کنم. استاد، اگه سایر همکاران و اساتید با طرح ایشون موافقن، من اصلا حرفی ندارم. بنده هم با نظر دکتر موافقم. به نظر من طرح ایشون هنوز آماده دفاع نیست. بنده هم همین نظر رو دارم. بنده هم نظرم آقای دکتر یکیه. من هم با دکتر توفیقی موافقم. موفق باشی. چند نفر دیگه موندن؟ فقط تیم جهت مونده. نمیدونم چرا نیومدن. نگرانشون شدم. منم دیگه نمیتونم منتظر باشم. مقررات برای همه یکسانه. دکتر، میفرمایید. نمیتونم دیگه. آقا یه فرصت بهشون بده. امکان نداره. اینا شاگردای من بودن. من میدونم آدمای بدقولی نیستن. حتما براشون یه اتفاقی افتاده. گفتم که من نمیتونم. ببین انقدر نگران بودم من موشیمو فرستادم خونه مهر ازشون خبر بگیریم. خونه مهر؟ جوادی خونه مادریشو وقفه بهسیسی کرده. بیشتر وقتا به بچه‌ها میره سر میزنه. گفتم شاید اون بچه‌ها خبر داشته باشن. برای که الان به این جوان دکتر وقت مجدد بهشون بدیم. بچه های زحمت کشی. باشه، اول تو پیداشون کن، بعد راجع به پایان نامه با هم صحبت میکنیم. به دفتر گفتم از تو پرونده شماره آشناهاشو پیدا کنن، شاید بتونیم خبری بگیریم. خیره. ممنون دکتر. اینجا حرف منه. تو هم اجازه نداری بدون هماهنگی با من کاری بکنی. فهمیدی؟ اون وقت چرا فکر میکنی هرچی تو میگی درسته؟ چون من الناز مافی هستم و قطعا بیشتر از تو میفهمم. اینجوریه؟ پس تو قاره خودت رو خانم مافی. من دیگه نیستم. نیستی که نیستی. من رو تحقید میکنی؟ برم کنی اگه خاله نمیشه کنه من لنگ میمونه. دلش کنه من چیکار میخواد بکنه؟ بچه‌ها داری فکر کردی چون پول داره هر کاری می‌کنی؟ ببین تو بدون من هیچی نیستی. برو ولش کن. دختره خورو دیوونه نمیشی. بیا برو. من زحمت بکشم همه هزینه کنم خودم دستمزد آدمو. یه دونه دیگه هم دارم میخوای؟ چیه گرفتی؟ چقدر گرمه. چیکار کنم؟ هرچی اونجا بود برداشتم دیگه. تازه فکر کنم همین الان گوشم تو دستگاه. حالا سردردت خوب میشه؟ سردرد من خوب میشه؟ تا وقتی مهندس جوادی رو مغز من رژه میره مگه میشه سردرد من خوب بشه؟ دیدی که این همه دانشگاه لیلی بلالاش گذاشت، آخرش هم موزدشون رو گذاشت کف دستشون. خب حالا شاید پیداش شه. دکتر مهپرور مثل اسفند رو آتیشه. پیداشون بشه منم پاش بیفته آتیش هم سپیده. حس نخور بابا، واسه پوستت خوب نیست. یه دقیقه وایسا ببین چی خریدم واسه خودم. چرا هرچی من میخرم تو هم میخری؟
آخه خیلی بد میاد. به من میاد، مگه به تو میاد که میری میخری؟ خوبه دیگه، میشیم یه تیم. تیم؟ کدوم تیم؟ فعلا که ورد زبون همه تو دانشگاه شده تیم جهت. ما هم که انگار من انگار اینجا داریم زحمت میکشیم. من باید حقم از این دانشگاه بگیرم. الناز وایسا. بازم که سر و کلت پیدا شد. تو زندگی نداری؟ داشتم، اما شما ازم گرفتیش. لا اله الا الله. باز همون حرفای تکراری. سینا ماهر، به جای اینکه دم به ساعت مخفیانه بیای سراغ من، یه سر به خودت بزن. زودتر نتیجه میگیری. توفیقی استاد، یه خواهشی ازتون داشتم. خواستم اگه امکانش از شما رضایت بدید من دوباره برگردم دانشگاه. آقا به خدا زندگی من اینجاست. این رضایت به خودت بستگی داره. یعنی چی که به خودت بستگی داره؟ میخوای کمکت کنم بری یه جا ترک کنی؟ قبول میکنی؟ آقا واسه من نقش آدم های دلسوز بازی نکن. من هر بلایی به سر اومده به خاطر شماست. اگه راست میگی یه نامه بزن من برگردم دانشگاه. سینا ماهر، سه ترم پی در پی افتادی، من چی کار میتونم بکنم؟ نقض قانون کنم؟ آقا من میکشم، درست من میکشم، اما خیلی ها میکشن. موقع امتحانات که میشه همه رول میکنن، شما خبر نداری آقا. اما من هر چی که هستم ظاهر و باطنم یکی آقا، علی ریا نیستم. این صداقتی که به خرج میدی این باطلاقه، آخرش از سرت هم رد میشه. اگه رد بشه من تنهایی نمیرم، باعث و بانیشو با خودم میکشم پایین. الله اکبر. صبحونه رو برن آقا هم دیم نشده الله 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 و حده الله شرکت خیالتون راحت بابا، حتما بروی کشم آقای خوش، حتما حتما انجام میشه. استعلام رو بگیرم، مکتوب گذاشته خدمتون ارسال میکنم. یا علی یا علی. آقا یه لحظه، چیه چی میگی؟ چی از جنو میخوای؟ آقا چند دقیقه من وقت بدیم ببینمش؟ ما بابا هم حرف نزدیم. 5 دقیقه فقط. الله الله. خواهش میکنم. قبول باشه، قبول حق باشه. خیلی خوشحالم از نزدیک میبینمت. من همه حرفامو قبلا زدم. من نیروی امنیتی نیستم. دیروز کلی تلاش کردم پرنده تو بگیرم. پس شما بودین؟ سعید نصیری. جواد جوادی. خیلی کارت خوب بود. دارم رو پرندت کار میکنم. خیلی خوب ساختیش. سالمه. آره. خدا رو شکر. استاد، از اولم بهتون گفته بودم جوادی به درد همچین پروژه سنگینی نمیخوره، ولی شما اصلا به حرفای من اهمیت نمیدین. معلومه دیگه، وقتی بیشتر هیئت جوری دانشگاه آقایون باشن، هیچ وقت واسه ما خانم ارزش قائل نمیشه. خانم مافی، من الان وقت شنیدن حرفای شما رو ندارم. شما هم بهتره به جای این حرفا به فکر آماده کردن پروژه خودتون باشین. حالا استاد، پروژه ما اگر به اندازه پروژه دردونه دانشگاه اهمیت داده میشد الان تموم شده بود.
من نمیدونم مشکل شما با تیم جهت چیه. مشکل ما با تیم جهت اینه که زیادی داره بهش اهمیت داده میشه. هر موقع هم که مسابقه است از قبل آقای جوادی و تیمش انتخاب شد. ببینین دکتر، اگر من توی دانشگاه از حق و حقوق خانم ها دفاع نکنم، وضعیت از اینه که هست خیلی بدتر میشه. شما این همه جوادی تیمش رو حمایت کردین، این همه پشت بچه‌ها در اومدین، جوادی تیمش الان کجا استاد؟ چرا پس خانوما خانوما خواهش میکنم بذاری من تمرکز داشته باشم. هر وقت تیم شما به هر دلیلی انتخاب نمیشه، مسئله حق و حقوق خانوما رو پیش میکشین. بسه دیگه استاد. بسه بریم بذاری منم به کارم برسم. اگه با بچه ها بهتر تا میکردی الان وضعیتمون این نبود. ستایی بهتر کار میکردیم دیگه، مثلا همین مریم چش بود. من نمیتونم منت آدم رو بکشم. مریم اگه تو تیم ما نیست لیاقت تیم ما رو نداشته. بابا حالا وایسه یه دقیقه. ناز ناز بابا از دست من ناراحت نشو دیگه. خب به منم بگن تو بدون من هیچی نیستی، به این بر میخوره. تو هم بدون من هیچی نیستی. حالا قرار کن برو ببینم کجا میخوره. مریم حق داشت، مهندس جوادی همش هوای تیمشو داره، ولی تو چی؟ تو هم برو منت مهندس جوادی رو بکش، تو تیمش راحت داد. خب حالا سگرمه ها تو باز کن، اخ نکن دیگه. از زمان تو هست پسش بر میره. راست میگی، ما از پسش بر میایم. اما من که میدونم مخ تو بیشتر از مهندس جوادی کار میکنه. بعدم این که ما بالاخره انتقاممون از این پسرا میگیریم. ببین به جای این حرفا بگرد یه همتیمی خوب واسم پیدا کن. میخوری؟ نه مرسی. پیدا کردم آخه. اینا رو؟ نه خیر، همتیمی خوب. آها. فقط فقط چی؟ فقط این که یه ذره اخلاقش خاصه دیگه. از این دختر دماغ سرواله هاست که هیچ کس جز خودش تحویل نمیگیره. بهم گفتش که طرحتون باید قانعم کنه. طرح من قانعش میکنه. میدونم، ولی الناز من باش حرف زدم ها. اگه همینجوری که با من حرف میزنی با اونم حرف بزنی یه ساعت هم نمیمونه. ببین من رئیس نمیخوام و کارشو بیاد درست انجام بده. بابا دانشگاه شریف کارش حرف نداره، همه دنبال اینن که جذبش کنن تو تیمشون. هنوز هیچ پروژه چشمشو نگرفته. شما اگه یک ذره رضایت بدی، یه ذره مهربون تر باشی، من راضیش میکنم بیاد تو تیم خودمون. ببین من واسه پایین کشیدن پرچم این پسر هست جوادی حاضرم منت همه رو بکشم. وای الناس، از این دختراست که عاشق جنگیدن با بچه پررویی مثل این مهندس جوادیه. اسمش مرضی است. ببین یه ذره اخلاقتو درست کنی حله ها. باشه به دکتر توفیقه میگم نامش رو بزنه. شما میدونستین جوادی دکتر توفیقی رو میشناسه؟ بله. خب پس چرا از خود دکتر توفیقی استعلام نگرفتین؟ اتفاقا همین امروز میخواستم این کار رو بکنم، ولی کارهای مهمتر دیگه ای هم هست. من بهشون خبر میدم. تو حوزه اختیاراتت نیست جان. خودم صلاح ببینم باشون تماس میگیرم. سر همین چیزا مخالف بودم به اینجا دیگه. یعنی چی؟ یعنی شما به دکتر توفیقی هم شک دارین؟ سلام سعید جان. تو مطمئن اسامی بقیه کسایی که باش دستگیر شدن رو میدونی؟ بله بله، یکیشون اسمش مسعود تابشه، اون یکی هم قاسم همدم. این سه تا تو یه تیمن، دانشجوی دانشگاه خودتون هم هستن. خیلی خوب سعید جان، تو همونجا بمون منم الان میرم. در مورد جوادیه؟ آره. خب چی شده؟ بیا تو راه بهت میگم. بگو ساده. بیا تو راه بهت میگم. بابا از اون روزی که تنهامون گذاشتی، من از این خونه بیرونم نمیرم تا دل و پس دل تنگیم نباش. من به دنیا